چرا واکنش بزرگان جناح‌های مختلف سیاسی به انتشار فایل صوتی جلسه آیت الله منتظری در مورد اعدام‌های 67 کمابیش یکسان بود؟ دلیل رنگ باختن مرزبندی‌های سیاسی در مورد این پرونده چیست؟ سکوت درباره تابستان 67 ویژگی مشترک صدها جلد کتاب از خاطرات مقام‌های پیشین و فعلی جمهوری اسلامی است. با اینکه در سالهای گذشته سیاستمداران متعلق به جناح‌های مختلف سیاسی دست به افشاگری‌های گسترده زده و عملکرد یکدیگر را در دو دهه نخست انقلاب به باد انتقاد گرفتند، اما در مورد جزئیات و نحوه اعدام هزاران نفر در مرداد و شهریور 67 کسی سخن نگفته است. در یک ماه گذشته هم انتشار نوار صوتی جلسه آیت الله منتظری با اعضای هیئتی که در تهران مسئول اعدام‌ها بودند یک بار دیگر اتفاق نظر بین اصلاح طلب و اصولگرا معتدل و تندرو در مورد این پرونده را روشن کرد. پرونده‌ای که به تعبیر آیت الله منتظری بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی است. در برنامه امروز درباره سیاست سکوت و فراموشی تابستان 67 و دلایل آن صحبت خواهیم کرد با محمد رضا نیکفر، فیلسوف، محقق و نویسنده که از فرانکفورت با ماست. رضا علیجانی، فعال ملی و مذهبی از پاریس ما را همراهی خواهد کرد. و اینجا در استودیو فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، و مسعود بهنود، روزنامه‌نگار. ما افتخار میکنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم. سخنان وزیر دادگستری در رابطه با اعدام‌های تابستان 67. آقای پور محمدی میگوید از لحاظ وجدانی راضی است و در تمام این سالها یک شب هم بیخوابی نکشیده. این سخنان در واکنش به انتشار فایل صوتی قائم مقام وقت رهبر ایران در جلسه با اعضای کمیته اعدام‌ها در مرداد سال 1367 است. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسید. آقای پور محمدی که حالا به اعدام‌های دهه 60 افتخار می‌کند، حدود 3 سال پیش اتهام مسئولیت در اعدام جمعی زندانیان سیاسی را رد کرده و گفته بود اینکه من در دهه 60 لیستی از اعدامی‌ها را نزد آیت الله منتظری بردم و ایشان مخالفت کردند قطعاً دروغ است. من در وزارت اطلاعات یک روز هم پست امنیتی نداشتم و درگیر اعدام‌ها نبودم. نزدیک به 1 ماه از انتشار این فایل که توسط دفتر آیت الله منتظری منتشر شده می‌گذارد. مقامات ایران حتی چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان اکثراً دفتر آیت الله منتظری را محکوم می‌کنند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رسانه‌های به گفته او معاند را متهم می‌کند و می‌گوید یکی از اهداف شوم دشمنان خدش وارد کردن به جایگاه مرحوم حاج احمد آقا و بیت معزز امام است که نباید اجازه داد به اهداف خود برسند. محمد محمدی ری شهری وزیر اطلاعات آن زمان میگوید گردانندگان سایت منتظری باید به این سوال پاسخ دهند که اگر این دفتر با منافقین ارتباط ندارد چرا دست به تطهیر آنها و انتقام گیری از امام میزنند. آقای ری شهری از کاندیدای 5مین دوره انتخابات مجلس خبرگان در فهرست امید بود و با حمایت محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین توانست با حدود 2 میلیون رای به مجلس خبرگان راه یابد. نزدیک به 3 دهه از اعدام‌های گسترده تابستان 67 می‌گذرد. اعدام‌هایی که آیت الله منتظری و منتقدان حکومت ایران از آن به عنوان جنایت یاد می‌کنند. منتقدان می‌گویند انتشار فایل صوتی توسط دفتر آیت الله منتظری بسیاری از مرزبندی‌ها بین اصلاح طلبان و اصولگرایان را برهم زده. تا پیش از انتشار این فایل صوتی اکثر مقامات ایران از این واقعه ابراز بی‌اطلاعی می‌کردند. در روزهای گذشته اما نه تنها آن را تایید که تمام قد از آن حمایت می‌کنند. منتقدان می‌پرسند چطور می‌توان از اتفاقی ابراز بی‌اطلاعی کرد و بعد به آن مهر تایید زد. بسیار متشکرم از همکارم مریم افشنگ برای تهیه این گزارش و سپاسگزارم از مهمانانی که دعوت ما رو پذیرفتند. آقای نیکفر، اشاره ای شد در گزارش، به هر حال سکوت درباره تابستان 67 چه در آن دوره وقتی که این اتفاق افتاد اعدام‌ها و چه بعدها حاکمیت همواره تلاش کرده که در این باره صحبت نشه، میشه درک کرد چرا، ولی بخشایی از حاکمیت مثل اصلاح طلبان از دوم خرداد با یک شعار تازه، با اصلاح طلبی، با نقد گذشته وارد میدان شدند. حتی در اونها هم ما نمیبینیم که صحبتی از تابستان 67 بشه. چرا؟
در دو سطح باید این موضوع رو تحلیل کرد، یکی در سطح سیاست روز و یکی در یک سطح عمیق‌تر به عنوان یک جریان اجتماعی تاریخی و مواجهه دو جریان با هم دیگه که توضیح خواهم داد. ابتدا ببینیم بمانیم در سطح سیاست روز. همین موضوع فایل شنیداری آقای منتظری دیدیم که همه مقامات اصلی طی یک مراسمی یک کار دوگانه انجام دادن، یعنی ابراز براءت کردند از اون نسبت‌هایی که به حکومت داده شده و در این حال ابراز بیعت کردند. این بیعتی است در خون، این در واقع همدستی یک جریان مافیایی است که همقسم میشن و اینها هم پرونده هستند و این پرونده اتفاقا یکی از نقاط اتصال اینها به همدیگه است و این نقطه اتصال فقط به یک جریان به اصطلاح محافظه‌کار و افراطی محدود نمیشه. بخشی از این گذشته ننگین تعلق داره به همین چهره‌های اصلاح طلبی، بازجو بودن، مقام امنیتی بودن، پاسدار بودن، دستگیر کردن، برنامه ریزی کردن، اینها هم این آلودگی ها رو دارن و اتفاقا به خاطر این هم پرونده بودن متصل هستن. در این حال ما یک گسستی رو ما میبینیم، یک عده‌ای نسبت به سالهای قبل بله. جرأت پیدا میکنن که پرسش هایی کنن و این نشون دهنده یک تزلزل بیشتر در درون این همپرونده هاست و از طرف دیگه فشار افکان عمومی و فشار حقیقت. ولی از طرف دیگه از سطح سیاست روز که بگذاریم ببینیم علت بی‌اعتنایی یا فراموشی عمدی، خود را به ندانستن و نفهمیدن زدن و پاسخ ندادن چی هست، باید به عمیق‌تر بریم. جناب نیکفر، اگر اجازه بدید این رو در بخش بعدی یه مقدار بیشتر باز بکنیم ممنون میشم. جناب بهنود، شما چگونه میبینید نکته‌ای که آقای نیکفر اشاره کردن، این که حمایتی که الان شاهد بودیم، مثلا آقای هاشمی رفسنجانی در گزارش مریم بود، این رو نوعی بیعت مجدد یا همقسمی دوباره بر سر خون تلقی میکنه، شما چگونه میبینید؟ ببینید، حالا من صفتا رو نمیدونم، ولی اصلا در هیچ حالتی از یک کسی مثل آقای هاشمی رفسنجانی که دست کم در 10 ساله اول جمهوری اسلامی هیچ کاری بدون نظر و قدرت اعمال قدرت او صورت نگرفته، غیر از این انتظار نمیرفت، یعنی اصلا غیر از این تصور نمیره که همچین انتظاری بود. حتی در مورد اصلاح طلب هم که شما میگه، اولا یه امر کلی نیستش، یعنی نمیشه همه اصلاح طلب ها رو برد تو. حالا دلیلش هم عرض میکنم، اصلاح طلب ها اولین نمایشی که دادن، اولین باری که سراغ این بگم، موقعی است که روزنامه جامعه درست شد. روزنامه جامعه اصلا دلیل به محاق رفتنش، یکی مصاحبه با فرش سرکویی بود، یکی مصاحبه با امین انتظام. این هر دو مصاحبه اتفاقی که توش داشت میافتاد این که داشت ناخونک میکشید به بسته امنیتی محفوظ نظام و این داستان ادامه کرد، پیدا کرد تا آخر روزنامه نگاری اصلاح طلبان که با زندان رفتن ماها بسته شد، تا اونجا به ترور حجاریان و بقیه قضای قطره زنجیره اینا. اصولا شما به کنه این دعوا برین، دعوا فقط سر این بود که به اونجاها ناخون نکشین، وارد اون محدوده نشین. یعنی اگر یادتون باشه حتی موقع که سر جامعه رسید انقدر این در واقع تاریخ بعد از فوت گویا آیت الله خامنه‌ای شروع میشد، به دوره آیت الله خامنه‌ای اجازه تسری انتقاد، حتی در دوره خامنه‌ای هم مسائلی که اونجا یادتون باشه، اینا هر کدوم یه روندی داره. من به دلیل شغلم عرض می‌کنم، همونطور که شما گفتید من روزنامه‌نگارم، برای نه فعال سیاسی هم نه نگاه سیاسی دارم به صحنه. ببینید همه این فضایی که الان توش الان ما داریم به سر میبریم، این که یه بار اتفاق نیفتاده که
نوشته شده به دفعات نوشته شده اولین باری که این فضا شکست نامه فرج بود از داخل زندان فضا شکست شما یادتون باشه یک سال قبل از این که فرج رو ببرن زندان 21 نفر آدم رو بردن ارمنستان هیچ صدایی از کسی نیامد من یک سال و نیم بعد به عنوان آدمی که از همه اون 23 نفر کمتر جسور بودم و کمتر شهامت داشتم و دارم اومدم لندن و در لندن تو خونه آقای خویی جمعی جمع شده بودم من گفتم گزارش بدین چی بوده در این فاصله چند نفر از کسایی که تو اتوبوس بودنم اومده بودن ولی برای اینکه این سبب بعدها این رو حالا به تفصیل گفته شد حالا در ادامه برنامه راجع به این ماجرا صحبت می‌کنیم یعنی واکنش روشن فضا فضا بس فضای بس امروز یعنی صحبت از امروز داریم امروز بعد از 28 سال چرا سالش مهم نیست مهم اینه که به نظر من رسانه‌های ارتباط جمعی سرنوشت دیگه‌ای پیدا کردن امروز شما از هر اعدامی هر سنگساری به فاصله 1 ساعت با خبر می‌شید در حالی که همینطور که عرض کردم ما اصلا در اون زمان یعنی در قبل از اینکه این اتفاقات بیفته واکنش روشنفکران رو گفتم بهش میرسیم ولی در مورد حالا بحث سیاستمداران مشخصاً و اصلاح طلبان در معنی اخص کلمه اونجا چرا بعد از 28 سال هنوز اونطوری که آقای نیکفر اشاره کردن کماکان تایید میبینیم روشنفکرم مثل بقیه سیاستمدارا عرض کردم سیاستمدارا که کاش سیاستمدارا در داخل بازی قرار دارن شما هر اسمی دلتون میخواد بهشون بدین اصلاح طلب یا اصولگرا یا تندرو یا کندرو حرف های نیکفر کاملا درسته همه در داخل یک بازی قرار دارن که این بازی رو به هم بزنن به زیانشونه و خیلی طبیعی بازی رو به هم نمیزنن یعنی زیر اون سقف هیچ وقت هم نگفتن که ما نسبت به اون اصول از بیعت خارج شدیم خارج نشدن در داخل اون بیعتن مگر اینکه فضا اجازه بده آقای سرکوی من تصور میکنم یه نکته مهمی هستش که میتونه اشتراک همه این نظریات باشه و اون همین نکته است اون چی که شما بهشون میگین اصلاح طلبان من میگم اصلاح طلبان مذهبی حالا هر اسم دیگه روی اینا بذارین هیچ وقت نیومدن بگن که ما با قانون اساسی جمهوری اسلامی با امام خمینی در واقع راهنمودهای اصلیش و با نظام مستقر جمهوری اسلامی مخالف این یه عده دیگه ای هستند که در رسانه ها در نمیدونم اینا میان هی میگن که امید میبندن که ما بله اینا میخوان خارج بشن این راه به خروج اینا خودشون هیچ وقت هم چه ادعایی نکردن در واقع قضیه این هستش که جنایت های بزرگی صورت گرفته به خصوص کشتار زندانیان توجه کنید که کشتار زندانیان در سال این کشتاری که صحبت میکنیم بی همتاست تو تاریخ ایران یک بار زمان شاه 9 نفر رو کشتن زندانی سال 60 هم اعدام هایی بود که باز در درون نظام به فرمان آقای خمینی یا قاضیانی که او منصوب کرده بود رخ داد بعد همچنین بعد از انقلاب اعدام هایی بود که اینا هم در واقع جنایت هستند اما در این مورد ما کسانی رو کشته شدن که مجاهد هم همشون نبودن چپ هم بودن غیره و غیره که اینا در واقع محکوم شده بودند و دیگه حالا به دلیل کاری که انجام داده بودند اعدام نمیشدن بلکه مصلحت نظام هم تو که آقای رفسنجانی هم یه جایی گفت این بود که قبل از اینکه آقای خمینی بمیرن چند مسئله مهم رو حل کنن یکی از این مسائل به نظر من یا اینطور که معلوم هست مسئله زندانیان سیاسی با توجه به بحران جانشینی که اون موقع وجود داشت اگر آقای خمینی میمرد و تعداد زیادی زندانی سیاسی وجود داشتند و اینا آزاد میشدن در جامعه کنترل اینها برای نظام ناممکن بود چون مطالباتی در سطح جامعه مطرح میکردن بنابراین باید یک راه حل نهایی همونطور که هیتلر دنبال راه حل نهایی یهودی ها بود اینا هم دنبال یک راه حل نهایی بودن برای و این به نفع همه نظام بود ربطی به این جناح و اون جناح نداره اما اینکه حکومت خودش یعنی کسانی که دستن در کار بودن پنهان کردند یعنی و نگفتن هیچ وقت ما این کار کردیم در واقع میتونیم بگیم که شرمگین هستند از کاری که کردن چون این کار بسیار قبیح هست حتی در عرف معمول اینکه اصلاح اون ایده که الان اصلاح طلب مذهبی هستن حالا از آقای رفسنجانی بگیم تا آقای خامنه‌ای اینها هم در اون زمان در حکومت بودن و حتی بیشتر از جناح مقابلشون در حکومت بودن ایده همونطور که بحثودم گفت نقش مستقیم داشتن بازجو بودن بازرس بودن داشت اما اون ایده هم که در جاهای دیگه بودن و میگن ما خبر نداشتیم که البته عجیب هست مهم این نیست ببینید در همه بررسی های تاریخی این هستش که وقتی شما در حکومتی هستید و از مزایای اون حکومت برخوردار میشین که دست به جنایت میزنه مسئولیت جنایت بود یک نکته من فقط بگم در ایران نه فقط در بین حکومتی ها در بین اپوزیسیون هم اینجور است مسئولیت پذیری سیاسی وجود نداره
و چون مسئول یعنی دموکراسی بخشش این است که شما مسئولیت کارنامه خودتون براتون بگید، چون این وجود نداره و مردم هم نمیخوان، این هستش که در واقع اینا میتونن در مقابل این جنایت سکوت کنن و اون رو در واقع علنا بگن. البته الان دیگه بحث سکوت نیست، تایید هست، یعنی الان در واقع یا تایید کنن به نوعی اون چیزی که ما الان داریم واکنشی که نسبت به انتشار این نوار میبینیم، واکنش ها خب تایید آمیز هست در جهتون. ولی یه نکته که شما اشاره کردید بحث شرم، آقای علیجانی واقعا شرم دیده میشه الان احیانا وقتی که در واکنش ها میبینیم که تایید میشه اون داستان، یعنی ماجرای 67 هم تایید میشه هم توجیه میشه و افشاگری در اون باره تقبیح میشه به شدت و حتی کار به پرونده سازی هم میکشه. وقتی مثلا آقای هاشمی صحبت از این میکنه که در یعنی این انتشار این نوار اجازه بده من صحبتی که کردن رو میگه که یکی از اهداف شوم دشمنان خدشه وارد کردن به جایگاه مرحوم حاج احمد آقا و بیت معزز امام است که نباید اجازه داد به اهداف خود برسن. خب این فایل مشخص از طرف فرزندان آیت الله منتظری منتشر شده، یک جور پرونده سازی برای اونها هم ایجاد میشه، فشار امنیتی روشون خیلی بیشتر میکنه. شما چگونه میبینید داستان رو؟ یعنی بحث شرم مقصودم این هست، به اینکه آیا واقعا اصلاح طلبان احساس شرمی میکنن از این ماجرا؟ ببینید یه بار این اتفاق در زمانی افتاده که بسیاری یا سکوت کردن یا اساسا همراهی کردن، ما اون رو یه پدیده است میتونیم تحلیل بکنیم. یه بار داریم وضعیت کنونی رو تحلیل میکنیم. من الان فکر میکنم اکثریت اصلاح طلبان سکوت کردند. کسانی چند نفری که صحبت کردن اینها نماینده هم اصلاح طلبان نیستن، اینها کسانی هستند که خودشون در اون زمان در این جنایت مستقیم و غیر مستقیم دست داشتن. یعنی اگر حافظه تاریخی به دقت گفته بشه خیلی از اینایی که امروزه دفاع میکنن و به هر حال تصریح هم کردن بر این دفاعشون و گفتن که ما شب راحت میخوابیم یا توجیهات میتراشن برای فرار از واقعیت، اینا خودشون بودن. اما به گمان من اکثر اصلاح طلبان سکوت کردن. من از قضا انتقادم به این سکوت هست. آیا این سکوت ناشی از شرمه؟ واقعا نمیدونم. بیشتر این سکوت رو ناشی از مصلحت میدونم. یعنی کسانی که امروزه تغییر روش سیاسی دادن، من ندیدن این تغییر روش رو یه مدار بی‌انصافی و یه مدار نادرست دیدن واقعیت میدونم. به هر حال کسانی که حتی در اون دوره بازجو بودن، در اون دوره بازجوهای خود ماها بودن، تو وزارت اطلاعات بودن، بعدن هزینه هایی هم پرداختن. تو بلوک شرق هم همین بود. بسیاری از اصلاح طلبان سابقه امنیتی داشتن. حالا من نمیخوام وارد این مسئله بشم چرا اصلاح امنیتی ها استعداد اصلاح طلب شدن دارن. اما در عین حال این سکوت امروزه قابل توجیه نیست. حالا یه توجیهش، یک مسئلهش میتونه منافع باشه، منافعی که به هر حال در زیر چتر خط امام قرار گرفتن و ادامه دادن ازش به اصطلاح ناشی میشه. یکیش میتونه ناشی از یک مصلحت سنجی سیاسی نادرست باشه. من شنیدم که برخی میگن خب افراد سپاه به امام اعتقاد دارن، ما خط امامی هستیم، اگه امام رو نقد بکنیم به هر حال ما پایگاه سیاسیمون رو از دست میدیم. خیلی از اینها ممکنه دیگه اون روش رو یا حتی اون اعدام ها رو در درون خودشون محکوم بکنن. ما از غذا باید استقبال بکنیم از کسانی که حتی نصف نیمه دارن حرف میزنن. آقای خزعلی خیلی کار مثبتی کرد و قابل تشکر که آمد و بخشی از واقعیت رو گفت، بخشی از واقعیت رو. علی مطهری علارغم این که آمده میگه که در واقع در نحوه اجرای حکم، یعنی اصل حکم رو زیر سوال نمیبره، نحوه اجرای حکم رو به سوال میبره، ولی ما باید استقبال بکنیم. ببینید این سیاست ضد فراموشی است که توانست خود این حاکم مان رو از انکار به توجیه برسونه. یعنی اینها تا چند روز پیش همین آقای محمدی پور محمدی انکار میکرد، حالا توجیه میکنه. ما باید این نیمه پر لیوان هم ببینیم، این نیمه پر لیوان، چون ما یه بار میخوام واقعیت رو تحلیل بکنیم، یه بار میخوام واقعا تغییرش بدیم، میخوام مانع تکرار این فاجعه بشیم. حفظ حافظه مانع تکرار فاجعه است. هر کسی برای تشکیل این حافظه کوچکترین قدمی برمی داره ما باید استقبال بکنیم. البته این بخشی از مسئله است و چیزای مهمتری هم هست که میشود در ادامه بهش پرداخت. علی جان جریان غالب رو اشاره کردید که کماکان سکوت هست و بحث ما هم همین در واقع سیاست سکوت هست که چرا. آقای نیکفر. بله این طیف اصلاح طلبان یک طیف هستند، در این حال از لایه‌های دو نسل تشکیل شدن. ما بعد این تفاوت‌ها رو ببینیم. فرزندان برخی از همین‌ها در جنبش سبز در کنار بقیه آزادی خواهان قرار گرفتن و کشته شدن و
علیه استبداد حاکم. اینها همه واقعیت هست، ولی یک مقداری ادامه بدم اون صحبت قبلیم رو، پیوند داره با این بخش از بحث، این که بریم یک کمی در عمق ببینیم مشکل کجاست. جریان حاکم یعنی این در واقع این اسلامیزم، این بنیادگرایی، این آینده نداره، این ورشکسته است به لحاظ ایدولوژیک، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ ارزشی، به لحاظ نداشتن دستاورد. این تمام کارش یک چیز پوسیده است. در آینده مفهومی هم به اسم اصلاح طلبی و ارسولت به این صورت نخواهیم داشت. چیزی که ماندگاره محافظه‌کاری ایرانیه. این محافظه‌کاری ایرانی ماندگاره و اینو ما با اسامی مختلف با این مواجه خواهیم شد. و الان یکی از مهمترین قیم‌های این محافظه‌کاری ایرانی برخلاف ظاهر، نه آیت الله‌های پیر در و مرتجع در قم، بلکه محافظه‌کاران هستند، این اصلاح طلبان هستند که در واقع این رو نمایندگی می‌کنند و این رو بالاخره یک جوری، یک رانتی از حکومت رو براش حفظ خواهند کرد. و این محافظه‌کاری جریان خیلی عمیقیه، یک سرش تا سلطنت میره، یک سرش تا زیر دامن روحانیت میره. و این جریان با اون جریانی که سرکوب شد مسئله تاریخی داره. یعنی شما در نظر بگیرید از زمان مشروطیت تا کنون دو تا جریان در یک ستیز مداوم با هم بودن، هر دو علیه یک نظام شاهی جنگیدن، ولی با خودشون هم مدام مسئله داشتن از زمان مشروع خواهی و مشروط خواهی. و بعد بیایم و در واقع ما انقلاب ایران انقلابی بوده یک بستر و دو رویا، دو تا جریان این انقلاب رو ایجاد کردن و یک جریان غالب شد و جریان دیگر رو زد، جریان دیگر رو جوانانش رو به خون کشید. و این کینه تاریخی و این تنافر تاریخی هنوز وجود داره و به این خاطر که سکوت میکنن و در آینده هم سکوت خواهند کرد. این مسئله تاریخیه و این مسئله به این سادگی حل نمیشه. ریشه هاش رو شما در واقع در مناقشاتی که حالا قبل از انقلاب بوده میبینید، چه بسا حالا روی این ماجرام اشارات زیادی شده، اینکه دعواهایی که به هر حال گروه های سیاسی مختلف در زندان داشته انجام بهنود و حالا شاید ادامه ماجرا. ولی برگردیم دوباره یه مقدار به بحث فعلی خودمون، یعنی با مصداقی تر اگر بخوایم صحبت بکنیم. امروز حرفی که آقای پور محمدی میزنه، میگه که من در 28 سال گذشته وجدانم آسوده بوده، یک شب هم بیخوابی نکشیدم. این در حالیه که حالا در گزارش بود دوستانم اشاره کردن که دو سال قبل از اون آقای پور محمدی بالکل منکر شده بود، گفته بود که من هرگز هیچ نقشی در ماجرای اعدام‌ها نداشتم، هیچ وقت پست امنیتی هم نداشتم. و این که گفته میشه که من فهرستی از اعدامی رو بردم پیش آقای منتظری، این دروغ، قطعا دروغ هست. روایتی که آقای پور محمدی قبلا داده بودن امروز میبینیم با توجه به حرفی که الان زدن نادرست بوده دیگه، دروغ گفتن. چرا کسی که خودش در واقع میگه که دروغ گفته، چون امروز داره میگه که افتخار میکنه به اون کاری که قبلا این کار کرده بود، الان میتونه وزیر دادگستری باشه، آیا اون وجدانی که آقای پور محمدی میگه خیلی راضی بوده، آیا اون وجدان رو نمیشه یه مقدار تسری داد به مثلا رئیس جمهوری که ایشون رو به عنوان وزیر دادگستری انتخاب میکنه؟ ببینید، بذارید بگم که الان رایج‌ترین تحلیلی که در داخل ایران وجود داره اینه که این ماجرای نوار و منتشر شدن این نوار، مثل بقیه چیزهایی که افشاگری شد، مثل ماجرای مثلا فرض کنید که نوار فوق‌العاده تکان‌دهنده‌ای که در مورد شکنجه زن سعید امامی منتشر شد که واقعا تکان‌دهنده ترین چیزیست که تا الان فکر کنم در تاریخ شکنجه پوشش شده، اینا همه حاصل درگیری‌های درونی گروه‌های امنیتیه. یعنی اون دو تا گروهی که آقای نیکفرم بهش اشاره کرده، اون دو تا گروهی که باند منافع هستن و در عین حال سر و کله‌شون تو امنیت هست، اینا با هم دعوا میکنن گاهی اوقات.
حاصل این دعواهای اتفاقاتی توش میفته. حالا ما تاریخچه اونو کار نداریم و جلو دستگیری خودشون البته انتشار این نوار که توسط نه حالا میخوام این از اون کسی که الان در فضای عمومی کشور داره از این نوار استفاده میکنه و در نتیجه گروه بقیه جوابای خودشونو بر اساس اون تنظیم میکنن، اون کسی است که اومده این هوای تازه‌ای رو که اصلاح طلبها پیدا کردن جمع کنه. یعنی این داستان در نهایت خودش همینطور که شما هم گفتین و درستی گفتین چادر رو از سر بخش عمده روشن اصلاح طلبی میندازه. پس بنابراین میشه فهمید که این زیانش به کجا میره، چون جناح راست که اصلا انکاری نکرد، جناح راست که نماینده‌هاش معلومن، آقای لاجوردی و بقیه ان که نماینده‌های روشن و معلومی داره، نه هیچ وقت این ور اومدن، نه هیچ وقت همراهی کردن با جریان عمومی اعتراض، نه حتی کسانیشون اومدن رفتن یه جایی مثلا فرض کنید که با اصلاح طلبای لایق هم صدا شدن، نه اونا هم چه چیزی ندارن. اجازه بدید من پرسشم یه بار دیگه مطرح کنم، این که یعنی بحث اون وجدان آسوده ای که آقای پور محمدی تاکید میکنه که الان داره، آیا رئیس جمهوری که ایشون رو به عنوان وزیر دادگستری انتخاب میکنه فکر میکنید مسئولیت متوجهش هست؟ نه من حالا نه من اینجوری نمیبینم، یعنی اینطور یعنی فکر نمیکنم که مثلا فکر تصورم اینا تصورم این است که رئیس جمهور هم فکر میکنه که وجدان باید ناآرام باشه. یه سرفصلی وجود داره و اون سرفصل عبارت از اینه که به قول آینکفر اشاره کنه یه دعوای تاریخی ما داریم، این دعوا رسید سر یه بنبست، اون کسی هم که جرأت داشت حکم بده آقای خمینی بود، اگرم نمیداد جمهوری اسلامی برپا نمیشد. این حرف زیاد شنیده میشه، اگر این کارها رو نمی کردیم جمهوری اسلامی باقی نمی موند. حالا بر این میشه چیزایی هم اضافه کرد و گفت ایران سوریه میشد، ایران تجزیه میشد، از این حرفا هم داره. وقتی آدم به این توجیه میرسه و این توجیه برای خودش درست میکنه که دلیل نداره که وجدان خودش ناراحت بشه، فقط وجدان خودش جواب داره، نه تنها متاثر نمیشه از جواب آقای پور محمدی بلکه خودش هم با همون نظریه است، حالا به استناد شرایطی چه نمیگه، ولی خودش گروه عمده ای از کسایی که در بافت سیاسی جامعه وجود دارن اینجا وایسادن، یعنی میگن این دعوا دعوای سر قدرت بود و دعوای انسانی نبود، این دوتا هم با همدیگه شبیه هم در واقع اون انعکاسی که حالا ماجرا در بیرون داره در ساخت حکومت اینطوری دیده نمیشه، مخصوصا این هست که مشکلی باهاش وجود یه مقدار حالا بیایم این ورتر، یکی از آخری یا تازه ترین در واقع بازکشی سیاسی که انجام شده در ایران انتخابات بود آقای سرکوهی، در ماجرای 67 مهمترین نهادی که نقش داشته حالا طبق خاطرات اطلاع منتظری همینطوری نوار صوتی که بوده خب وزارت اطلاعات هست، وزیر اطلاعات آقای ریشهری بوده، ایشون در فهرست امید قرار گرفت با حمایت بزرگان اصلاح طلبی از جمله آقای خاتمی که با تأکید از مردم خواستن با دو بار تأکید که به ایشون رأی داده بشه، یعنی به همه فهرست که طبیعتاً ایشون هم توشه. من باسه امون بحث وجدان رو میخوام مطرح بکنم، این کجای کار قرار میگیره؟ ببینید یک نکته قبلش توجه بکنید بعد من به صورت سوال شما جواب میدم. نکته اساسی این هستش که وقتی ما وقتی از کشتارهای ناانسانی صحبت میکنیم میتونیم اینو از این زاویه نگاه بکنیم که خب حالا از این کشتار برای مصلحت های سیاسی مون چگونه بهره برداری کنیم، سکوت کنیم تا مصلحت های سیاسی مون حفظ بشه، یا چه واقعیت قضیه این هستش که یک نظامی برای حفظ قدرت خودش آمده است و این کشتار رو انجام داده، همه هم درگیر بودن، حالا این جزئیات رو نمیدونسته، اینا هم اصلا مطرح نیست دیگه در امر. خب وقتی ما صحبت از فراموشی میکنیم مراد اون این هستش که یک جنایت به نحوی در خاطری جمعی یک ملت باقی بمونه که این جنایت اونقدر قبیح بشه که دیگه تکرار نشه، یا اگه کسانی خواستن در آینده اون رو تکرار کنن دستشون بلرزه. در این فقط یک راه داره و اون هم باز کردن کامل جنایت هست و قبحش رو نشون دادن، هیچ مصلحتی هیچ چیزی هم این رو منتفی نمی‌کنه. اصلاح طلبان نمی‌خوان این جنایت باز بشه برای اینکه خودشون درش سهیم هستن، و وقتی باز بشه مبانی اساسی چون یعنی حفظ حکومت زیر سوال، شما نمی‌تونید آقای خمینی زیر سوال ببرید در حد که شما جانی و جنایتکار هستین و بازم بگین ما می‌خوام قانون اساسی جمهوری اسلامی بیایم در اساس رئیس جمهور بشیم یا به مجلس بریم، این دیگه شوخی است. این یک نکته. نکته بعدی اینه که برخی اصلاح طلبی دینی حالا هر اسمی که داره شاید منافع بسیاری برای ایران داشته، نمیدونم فضا رو بازتر کرده کمتر کرده چه اما از نظر فرهنگی برخورداش چنان بوده که فرهنگ این مملکت و نظام ارزشی جامعه رو به نوعی از ابتذال کشونده. وقتی شما میایید به عنوان اصلاح طلب کشتار رو یا تایید میکنین یا سکوت میکنین، یعنی میگین که یعنی در واقع دارین به نظام جامعه به نظام ارزشی و فرهنگ جامعه یک پیام میفرستین و این رو جزء ارزش میکنین که به مصلحت یا به هر چیزی سکوت در برابر جنایت خوبه یا بد نیست یا قبیح نیست،
این نوع برخورد فقط یک برخورد سیاسی نیست، ما به لایه‌های فرهنگیش نگاه بکنیم. نظام ارزشی جامعه، نظامی که بر اساس جامعه در شعور جمعی خودش تصمیم می‌گیره، یا لایه‌های گوناگون جامعه، این مفاهیمی که بهش منتقل میشه به عنوان پیام یا مفاهیمی که اینا دارند، این نظام رو شما در واقع از برخورد انسانی دور میکنین و جنایت رو در اون توجیه میکنین. جامعه‌ای که جنایت، این فایده نداره که ما کشتار 67 رو به یاد داشته باشیم، اما به عنوان یه امری که حالا مصلحت بود حالا بهتر دربارش سکوت کنیم چون به نفعمون نیست، چه و چه، این که اصلا خوبه که بهتر فراموش بشه. اگر این کاری که همه دنیا کرده، شما باید گذشته خودتون رو علنی کنین، نقدش کنین به واقع، چون اصلاح طلبان نقد نکردن از گذشته برخلاف اون چیزی گفته شد، و بعد با ارزش‌های منتج از اون رو به نظام ارزشی جامعه منتقل کنین. چون این نشده، بنابراین این در واقع میتونیم بگیم باز هم تکرار خواهد شد، چون در واقع یک امری است که اون قپش در جامعه به عنوان یک نظام ارزشی جا نیافتاد، و این زیانی است که اصلاح طلبان با این نوع برخوردشون به فرهنگ جامعه زدن. آقای علی جان، من یه نکته کوچولو رو اول بگم که اصلا پای دین رو این وسط باز نکنیم. اصلاح طلبان دینی، ببینید، نه در اصل واقع 90% اونایی که اعدام شدن دیندار بودن و با یاد خدا پای چوبه دار رفتن، 90%شون. بزرگترین افشاگر این پرونده خودش مرجع مذهبی سنتی دینی هست. نوع اندیشی دینی که متصل به اصلاح طلبی است، یه نوع اندیشی دینی متأخره. نوع اندیشی دینی سابقه دار در ایران، در نهضت آزادی، در ملی مذهبی ها خودشون مخالف این بودن و دستی هم در خون نداشتن. به هر حال این بحث ها رو نسبت دین و این رو باید بریم تو برنامه پرگار بحث کنیم. اما ببینید، من معتقدم که همه اینها منافع نیست. کسانی هستن از نسل دوم که خودشون هم در اون کشتارها نقش نداشتن، از قضا اینها الان در بدن حکومت مسئله دارن. این که حالا از رئیس بسیج تا مجلس خبرگان موضع میگیرن برای اینکه این صد شکسته شده، البته موضع حمایتی میگیرن. آقای جناب علی جانی، یعنی اینطوری نیست که انتقاد بکنن که بگیم صد شکسته شده. نه، میگه در مقابل صد این پرسشی که ببینید جمهوری اسلامی، یعنی شما نفس طرح مسئله رو فکر میکنید که مهمه، یک گام به جلو. ببینید، انکار میشد. من وقتی با روزنامه آریا مصاحبه کردم برای اولین بار تو مطبوعات، این اعدامای 67 مطرح شد، 14 اسفند بود تا فروردین و تا بعد از 14 فروردین، یعنی یک ماه روزنامه رو تعطیل کرد، ولی گفتن صداشو در نگیرید برای چی تعطیل شده. تو بازجویی خود من تمامی 60 ساعت‌ها بازجویی رو این مسئله پس دادم، ولی در دادگاه این رو کلا برداشتن و دوستان دیگه هم همه میتونن خاطرات مشابهی رو بگن. یعنی ابتدا سیاست انکار بود، ولی الان نمیتونن انکار بکنن، الان افتادن به توجیه. اما کسانی که به هر حال به نوعی الان روش سیاسیشون رو تغییر دادن، عقایدشون رو تغییر دادن، دین شناسیشون رو تغییر دادن و اینا رو ما نمیتونیم انکار کنیم، اونا چرا سکوت میکنن؟ این مصلحت اونها رو ما باید به نقد بکشیم. ببین، علی مطهری معتقده که ولی فقیه میشه نقد کرد، به خاطر این از بر خیلی از اصلاح طلبا جلوتره. به علاوه این نوع نگاه به سیاست هم تغییر کرده. من یکی از آفتهای، من چند سال دارم راجع به آفتهای پراگماتیسم افراطی می‌نویسم. چرا بایستی آقای روحانی، آقای محمدی، پور محمدی رو وزیر بکنه؟ یا چرا باید اسم امثال پور محمدی در لیست بیاد؟ یا چرا باید حمایت بشه؟ چرا باید اینقدر رأی بیاره؟ این نوع نگاه به سیاست متأسفانه داره اخلاق زدایی شده. ضریبی که متغیرهای مختلف دارن در نگاه به سیاست ورزی الان در نگاه من و شما با بعضی های دیگه فرق میکنه. برخی اساسا به توصیه آمرانه معتقدن، اصلا حقوق بشر براشون ضریب خیلی کمی میگیره. ما باید سعی بکنیم این ضریب حقوق بشر و ضریب اخلاق در سیاست رو در این معادله سیاست بالا بیاریم، تا دیگه آقای روحانی جرئت نکنه آقای پور محمدی رو بذاره وزیر، تا فلان کس جرئت نکنه اسمشو بذاره تو لیست، آقای خاتمی جرئت نکنه حمایت بکنه، تا مردم بدونن که موقع رأی دادن دارن به کی رأی میدن. بنابراین ما اگه بخوام از موضع تغییرگرایی، روشنفکری و فعال سیاسی به مسئله نگاه بکنیم، نه صرفا از موضع فلسفی، ما بایستی تلاش بکنیم که این ضریب حقوق بشر رو و نقش آزادی رو، نقش آزادی بیان رو، نقش رعایت حقوق بشر رو در تحولات سیاسی اقتصادی بتونیم تبیین بکنیم و
این بتونه در کنش ها تاثیر بذاره و جریان مقابل رو هم به اصطلاح جرأتش رو در استفاده از این شخصیت ها پایین بیاره. و شما در واقع مجموعاً میشه گفت مسیر رو به اون سمت میدین و اشاره کردید که به هر حال الان داره راجبش صحبت میشه، یعنی فکر میکنید در اون مسیر گام برداشته میشه، درسته جناب علیجانی؟ یک جمله. بله قطعا جلو رفتیم، بسیار. اگر اجازه بدید آقای نیکفر یه مقدار بحث رو بیاریم به این سمت ماجرا، یعنی همش نمیشه درباره حکومت و سیاست مداران. یک نکته من در مورد این وجدان اجازه بدید من فقط اضافه کنم، خیلی کوتاه. بفرمایید. بله، این وجدان آسوده موضوع خیلی مهمیه. این رژیم اصلا رژیم وجدانهای آسوده است. کشتن، وجدان آسوده داشتن، جنگ بیمعنی رو به صورتی بیمعنی جنگ رو ادامه دادن، وجدان اون همه جوان کشته شد، وجدان آسوده داشتن، کشور رو اسیر کیش اورانیوم کردن و ویران کردن، وجدان آسوده داشتن. 8 سال این حاکمیت بی تدبیری شگفت‌انگیز رو انجام دادن در حکومت احمدی نژاد، وجدان آسوده. همش اینا وجدان آسوده، ولی شماتت اخلاقی نکنیم. من احساس خطر میکنم از این وجدانهای آسوده. وقتی که پور محمدی میگه که من شب راحت میخوابم، این در واقع پیام میده به بازجوی فعلی، به جانشین خودش در اوین یا هر جای دیگه، که خیالت راحت باشه، بزن، بکش، ما داریمت و در آینده زندگی آسوده‌ای خواهیم داشت. اگر تزلزل به خرج بدن، اون موقع دست بازجو در شلاق زدن میلرزه، ولی اینا میخوان همچنان ادامه بدن. از یک طرف بنابراین وجدان آسوده یعنی که جنایت کردیم، باز هم خواهیم کرد. بسیار ممنون. اون کسی هم که یک نکته، اون کسی هم که ساکت میمونه دو حالت متصوره، یا داره پیام میده که جنایتکاران دست بالا رو دارن و من حرفی نمیتونم بزنم، یا یک مقداری بدبینانه تر پیامش میتونه این باشه که این رژیم در آینده باز جنایت خواهد کرد و برای بقای خودش ما نیاز داریم به این جنایت ها. ممنونم جناب نیکفر. من میخواستم یه زاویه دیگر رو با شما در واقع شروع بکنم، ولی با آقای سرکوی اجازه بدید این رو یه مقدار ببندیم، بیایم به این سمت ماجرا که بحث روشنفکران غیر حکومتی رو مطرح بکنیم. آقای سرکوهی، یکی دو سال چند سال بعد از ماجرای 67 آقای سعید سیرجانی، اتفاقات که رخ داد اون موقع، روشنفکران واکنش نشون دادن، یک نفر بود ولی واکنش نشون داد، حتی در داخل کشور به قیمت ضرب و نمیدونم زور و زندان و همه این داستان ها شکل، ولی واکنش نشون داده شد. یعنی نمیشه گفت که واقعا ماجرای 67 و کسی در داخل به طور کلی مطلع نشد، یا مثلا فشار سانسور یا سرکوب انقدر زیاد بود که کسی جرأت نکرد، چون در موارد دیگری در همون دوره بوده که روشنفکران در داخل اعتراض کردند. چرا به این ماجرا حتی از سمت روشنفکران غیر حکومتی هم هیچ اعتراضی نشد؟ ببینین، اولش من دو تا نکته کوچولو میگم، بعد به سوال جواب شما جواب میدم. نکته اول اینکه وقتی شما اسم آقای ری شهری و آقای دوری نجف آبادی رو میذارین در یک لیستی و به مردم میگین به اینا رأی بدین، دارین به مردم میگوین که قتل، جنایت، آدمکشی برای من مهم نیست و در سیاست هم نباید مهم باشه، هر حالا توجیهی هم میخوای شما داشته باشید. این یک نکته. دوم که من نخواستم موضوع کشتار رو بدین رد بدم، من میگم اصلاح طلبان دینی، چون خودشون میگن حالا اون چون یه بحث دیگه نمیدونن که اصلاحش خودشون به کار میبرن. اما حالا حرف شما، ببینید، من برای که اول خیال بحث رو از اساسش بگم، حدود شاید 10 سال پیش یا همچه حدودی 7-8-10 سال پیش من مقاله‌ای نوشتم که 10 سال تا منتشر شد، آخرش اینجوری تموم میشه. من به عنوان یک روشنفکر یا حالا عضو کانون نویسندگان یا حالا هر چی که بودم، شرم میکنم از اینکه ما سکوت کردیم در مقابل کشتار شخص. یک لکه سیاهی است در زندگی من و شرم از زیباترین بشری. خبر داشتی؟ الان میگم، الان توضیح میدم. اون یه مقاله مفصلی هست درباره این که چرا روشنفکران در اون موقع سکوت کردن، خبر داشتن، نداشتن، همه اینا رو اونجا بررسی کردم. به طور خلاصه این هستش که وقتی ما از روشنفکری صحبت می‌کنیم، یعنی مجموعه نویسندگان، روزنامه‌نویسان، نمی‌دونم، حالا البته میشه بحث دقیق روشنفکری چی، حالا اینو بذاریم کنار، ما از این مساهمتن از این مجموعه صحبت می‌کنیم،
دو نوع واکنش نشون داده میدن معمولا این گونه افراد، یا واکنش به صورت غیر خلاقه، منظورم از غیر خلاقه یعنی بیانیه، اعلامیه، نامه، اعتراض و غیره، یا در آثار خلاقه یعنی شعر، داستان، نقاشی و غیره. درباره کشتار 67 اینم یادمون باشه که در تمام طول تاریخ معاصر ایران از مشروطه تا کنون تمامی حوادث بزرگ اجتماعی از قبیله مثل کودتای 28 مرداد، نمیدونم نهضت ملی شدن نفت، جنبش چریکی و غیره و غیره و حتی کشتار 60 در آثار ادبی و هنری باستاب، در آثار متعالی با ارزش باستاب پیدا کرده. یکی از راه‌های مهم این که یک امری از یک حادثه تاریخی فراتر بره و جزئیات خودش رها بکنه، به کلیت برسه و وارد حافظه جمعی مردم بشه و وارد فرهنگ بشه، این استش که اون بیان ادبی هنری پیدا بکنه. شما شعر نوحه اخوان سالس درباره مصدق، نقش این شهید عزیز، این دیگه تا زبان فارسی برجاست. حالا اصلا این که مصدق کی بود چه بود اینا اصلا دیگه بذاریم کنار، این شعر هست، مصدق هست. شعر نازلی شاملو راجع به شکنجه وارتان، چه میدونم آرش کمانگی، چرا این نشد؟ سالا زیادن ولی چرا این داستان هنوز که هنوز وارد نخست؟ اولا به من قسمت قبلش رو بگم، روشنفکری ایران به صورت بیانیه یا موضع‌گیری غیر خلاقه واکنش نشون نداد. چرا؟ دلیلشو میگم. در این حال کشتار 67 برخلاف دیگر به اصطلاح وقایع بزرگ در آثار خلاقه هم تا هنوز به جز چند مورد منعکس داشته. یک قصه بود برای امیرحسن چلتن، همون سال در آدینه ما چاپ کردیم به عنوان تابستان 67 کلک زدیم. دوم یک نمایشگاه نقاشی بود، سعید شهلاپور، نمایشگاه استخوان که انگار کسی رو غارت کردن، سوزوندن. سعید شهلاپور خودش از بازماندگان کشتار 67 زندان بود و یکی از نقاشان خیلی خوبه، مخصوصا استخوان آرود. و بعد میتونیم البته به چیزایی مثل شاه سیاه‌پوشان هوشنگ هم اشاره کنیم که درباره، اما در مجموع وقتی مقایسه کنیم 67 نیست ضرورتاً، نه توبه، پدیده توبه نامه. همین هوشنگی که مثلا انقلاب رو در فتح‌نامه مغان نوشت که چطور درست. اون به اصطلاح وحشت درونی برمیخیزه و جامعه رو تخریب می‌کنه. درست، چرا منعکس نشد؟ شاید البته بخشش زمان هست، این البته بگم، برای که توجه بکنیم که هنرمند برای اینکه بتونه آثار خلاق خلق بکنه در یک مورد یا در مورد یه شخص یا حادثه تاریخی باید یه چیزی علاوه بر همدردی و همراهی و همبستگی داشته باشه. فقط با همراهی و همدردی و همبستگی اینا نمیشه آثار خلاق خلق کرد. این باید همزاد پنداری بکنه با وجهی از اون حادثه یا با شخصی از اون حادثه، و بعد این همزاد پنداری یعنی این همانی با اون داستان درونی میشه، در این مال خودش میشه و به عنوان یک چیزی که مال خودشه منشأ اثر بارده. مراد با آثار شعاری نیست، آثار این اتفاق نیفتاده. این اتفاق دست کم میتونیم بگیم تا کنون در مورد بزرگان خلاق ادبی، نقاشی، غیر و تاعت نیفتاد. این چرا نیفتاد؟ اگر اجازه بدید، برای چی؟ چون وقت خیلی محدود داریم. چرا شو میخواستم بگم؟ چون بدون مسئول طرف چیزی در گفتش که آیا ببینید چند مورد هست. یکی اقتدار ترس بود در اون دوران، یکی نوع پخش خبر بود، خبر به ناگهان نیامد، خبر به تدریج دهن به دهن و باور کردنی نبود. من شخصا اول باور نکردم وقتی هم که شنیدم، برای که فکر نمی‌کردم که چنین جنایت بزرگی رو کسی بتونه انجام بده. یکی این بود، یکی اقتدار ترس بود، یکی اما تحولاتی بود در نظام فکری روشن فکری ایران و نسبتش با اون ماجرا. حالا بعد اگه خواستین من آقای بنو شما اشاره کردن که خبر داشتید یا نه، مثلا من با شما صحبت کردم گفتید که دو سه سال بعد از این داستان با شاملو که صحبت می‌کردید بحث این داستان شد و در واقع یه اطلاعی بود. یعنی میخوام بگم که مثلا خود شاملو بالاخره 10-11 سال بعد از این ماجرا فوت شده. تو اون 10-11 سال دیگه میدونستن، اینطوری نبود که واقعا مخفی بوده باشه هیچکی ندونه. الان 28 سال گذشته دیگه همه میدونن، ولی این بحثی که الان مطرح شد، یعنی که چرا این وارد مثلا ادبیات خلاقه نشده فیلم مثلا، یعنی هیچ روشن فکری نیومده راجع به این ماجرا واکنشی نشون بده، سوال مهمیه. ببینید اولا که خدمتتون عرض کنم در دو ساله اخیر به فراوانی در آثار ادبی موجود داریم آثار کشتارا رو میبینیم، به فراوانی بیشتر، یعنی بیشتر از یک دو تا هم هست. من اسم نخواهید چون اسم بردن بعد حالا دیگه نشون دادنم هست، ولی در این حال توجه داشته باشیم اون نکته‌ای که فرج میگه خیلی نکته دقیقی است. این باید برسه به همزاد پنداری، برای اینکه برسه اونجا شغل ماها ظاهر میشه.
و این که شغل ماها، من همیشه این سوال از خودم کردم، شغل ماها یعنی اطلاع رسانی، چرا اینقدر گوش و چشم مردم برای این حکومت ارزش داره؟ برای چی؟ یعنی من خودم شخصا میگم، من هیچ عملی ایشون میدونه، هیچ عملی که بیرون از قانون باشه نه تنها نداشتم، بلکه جوری رفتار کردم که فرض بر این بوده که جوری هم با حکومتم، ولی باز منم گرفتن. خب یعنی این اصلا این ارزشی که اینها برای چشم و گوش بسته قائلن از حتی اندازه بیرونه. چرا این بیرونه؟ من بخوام واضح تر چیز بگم، مثلا ماجرای سعید سیرجانی که اشاره کردم، خب اعتراض شد، اعتراض تندی هم شد، درسته، به خاطر اینکه به نظر میاد روشنفکران آقای سیرجانی رو از خودشون میدونستن، یعنی یک جور همزاد پنداری مثلا اگه بخوام بگیم، یا حالا به زبان عامیانه من بخوام بگم، میگه یه جور انگار از خودمون میدونستیم، یعنی روشن فکر. ولی در این مورد این سکوت ها یا یه معنیش همین نبود که اینها رو از خودشون نمیدونستن. بذار من یه مثال ساده تماشاشون اولا نبود. که ماها همه هممون، همه کسایی که میشه بهشون خانواده اطلاع رسانی گفت، همه تا سال 72 در محاق کامل بودیم، یعنی ایشون رفته بود توی شرکت حسابداری کار میکرد، بعدم رفته بودم که مجلات زنونه در میوردم، بهداشت در میوردم، چیکار این کار میکرد، یعنی همه به طور کلی تو صحنه، بنابراین اطلاع رسان از صحنه بیرون، یعنی شما مسئولیتی متوجه روشنفکران خبر نمیرسید. من خودم خبری که بود میگم، چون بالاخره دو سه سال بعدش همه خبردار شدن. کجا میگید اینو؟ دهن به دهن میگید. ببین من حالا تو به خاطر اینکه توی فضای سیاسی بوده، حالا فرض بکنه خب من همین یعنی کسانی که در اون فضا بودن میدونستم، من یکی از بستگان، من اصلا توی همچه فضایی نبودم، اون بدون اصلا نبودم، یعنی مدعیش هم نیستم، یکی از بستگان نزدیکم ولی در اون زمان در زندان بوده. من اتفاقا این اواخر همین مثلا یه ماه پیش از او پرسیدم که تو چرا اون موقع در زندان بودی و جنب در بردی، تو چرا نگفتی؟ او حرفش این بودش که وحشتی بر ما حاکم بود، یه نقطه‌ای داره جامعه که در اون نقطه وقتی ویرانی یا تهدید رو و وحشت رو می‌بره، مثل گتو وحشو میمونه، اصلا یعنی از یه حدی که بگذره دیگه بی‌حسی ایجاد میشه، در اونجا شرم و اینا معنی پیدا نمی‌کنه، در یه اندازه‌ای داره اون، در یه نقطه فلج میشه، به نظرم میرسه فلج شد. این اتفاق افتاد. آقای جناب نیکفر، من از یک زاویه دیگه هم میبینم ابتدا روشنفکران رو ارتباط بدیم با مردم. یعنی پرسشم اینه که آیا مسئولیتی متوجه روشنفکران هم هست؟ یعنی همه به کاسه کوزه سر حکومت باید شکست؟ ابتدا یک نکته در رابطه با مردم نگاهشون کنیم. در مردم ما یک بی‌اعتنایی یا بی‌توجهی دیده میشه وقتی مورد پرسش قرار میگیرن، مستقیماً یه پاسخ میدم که این پاسخ خیلی قابل فکره. در این پاسخی که از مردم در محافل، در کامنت ها، در مقالات، در جاهای مختلف میشنیم، یک رنجیدگی وجود داره که میگه که تقصیر خودتون بود، انقلاب کردید، اینا هم سر کار آمدند و شما رو زدند. در این نوع فراموشی یا بی‌اعتنایی من یک بیزاری عمیق از وضعیت کنونی میبینم و یک دپرسیون، یک افسردگی. عین این رو ما در خود روشنفکران میبینیم، یعنی ما مشخصهای افسردگی رو که در جامعه میبینیم که خود به صورت ماتم زدگی، احساس بدبختی، اختلال در روابط، نداشتن آرامش، نداشتن چشمانداز و ناامیدی و فقط سرخوشی در چیزهای ساده، اینو در روشنفکران هم میبینیم. ولی این نکته رو هم توجه بکنیم که روشنفکران دیگه جایگاه گذشته رو ندارن، به این خاطر که به خاطر دگرگونی در ساختار، دگرگونی ساختاری در پهنه عمومی داریم و عوض شدن نقشه گروه های مرجع در گذشته روشنفکران کاتبان اصلی بودن. ولی اکثر ببخشید، ما تصویر شما رو از دست دادیم، عذرخواهی میکنم، امیدوارم که این اشکال برطرف بشه. آقای علیجانی، شما چگونه میبینید ماجرا رو، بحث مسئولیت؟
من یه جمله فقط بگم، شما صحبت آقای پور محمدی رو باور نکنید که من وجدانم راحت و شب راحت میخوابم. خیلی از قاضی‌ها این حرفا رو زدن و مش ما دیدیم که قرص اعصاب میخورن و همونگاه که سعید مرتضوی مفتزق میشه تو همین سیستم، این پیام برای بادجوها میری که همه تون در معرض این افتضاح هست. مسئولیت روشن فکران آقای علی جان، بله، مسئولیت روشن فکران جناب علی جانی، یا مسئولیت متوجه شما و مردم رو بذارید کنار هم. بگم خیلی سریع میگم، ببین مردم، این اعدام ها در دوره اتفاق افتاد، دوره پایان جنگ. ببینید چند تا اتفاق مهم موقع افتاده: پایان جنگ، پایان بمباران شهرها، بازگشت شاید حدود 40,000 اسیر، تلاطم شدید اقتصادی که مثلا سکه از 10,000 تومان یه دفعه میشه 3,000 تومان. توی همچو برحال بلبشویی این خبر اعدام ها، اونم در دورانی که خاک پاشیده میشه، تکذیب میشه و رسانه ها هم نمیپردازن. ببینید شما هم رادیو بی بی سی چقدر پرداخته، رادیو فرانسه بعدن خیلی بیشتر از بی بی سی پرداخته. و حالا روشن فکران، ببینید یه بخشیش ناشی از، من فکر میکنم، اون بهت و وحشتی است که این در جون اونها انداخت، یه بخشیش به هر حال انقطاعی که بود، یه بخش کوچکی شاید اختلافاتی که درون خود چپ ها بود. من شنیدم، نمیدونم چقدر صحت داره، که به هر حال اکثریت چپ های اعدام شده اکثریتی و توده ای هستند و اختلاف این خط 1 و 2 هم در این موثر بود. علاوه این که روشن فکری چپ ما اون موقع تحت فشار به اصطلاح یک شوک جهانی که فروپاشی بلوک شهر بود هم قرار داشت. 4-5 جمله جام سر. یک نکته من بگم که اول اینکه اصلا اختلاف بین چپ ها هیچ ربطی نداره که رژیم اومده آدم ها رو کشته، این اصلا شوخی این حرف. دوم اینکه، اما نکته اساسی این هستش که توجه بکنین که ما در سال 60 روشنفکری ایران و اپوزیسیون ایران شکست خورده، یعنی سرکوب شد به شدت، اما فقط سرکوب سیاسی نبود، ما شکست ایدئولوژیک، شکست سیاسی هم خوردیم. حالا این بحثش جانی، شکست به هر حال روحیه آدم ها رو متزلزل میکنه. دوم اینکه خبر به تدریج منتشر شد، باورپذیر نبود، اما این توجیه نمیکنه. به هر حال هر کسی در یک مقطعی خبردار شد و کسی که در مقابل جنایت سکوت میکنه، به هر حال سهمی در جنایت داره، مسئولیتی در جنایت داره. حالا اونایی هم که در حکومت هستند بدتر، چون اونا دارن از مزایای حکومتی برخوردار میشوند که با جنایت تداوم پیدا کرد. ما اقتدار ترس بود، بیخبری بود. اما این نکته را من فقط بگم، نظام ارزشی روشنفکران تغییر کرده بود و این تغییر نظام ارزشی سبب شده بود که برخی از ارزش‌ها و آرمان‌ها تضعیف بشه، چیزی که متاسفانه بعدا دیدیم که وقتی به مردم رسیدیم، من میگم که چگونه تشدید شد. دیگه وقت ما تموم شده آقای نیکفر، زیر 30 ثانیه واقعا، چون صحبت شما تمامه. بله، من فقط در مورد روشنفکران گفتم که روشنفکران هم همین افسردگی و دلمردگی رو دارن. در عین حال روشنفکران یک مشخصه دارن در سرتاسر جهان، یک جور در گیومه بگم نفرت از خود هست و این وجود داره همواره و مدام میپرسن چرا وضع بده و قولن پاسخ میدن چون گذشتگان بدکار کردن و این نقد گذشتگان بعضی وقتا در سطح میمونه و اون جریان های عمیق تاریخی رو نمیبینن، ولی این روحیه خوشبختانه در حال دگرگون شدن هست. سپاسگزارم جناب نیکفر. محمد رضا نیکفر رو عذرخواهی میکنم. آقای نیکفر، وقت ما تمام شده. به هر حال ممنونم از اینکه ما را همراهی کردید، همینطور رضا علیجانی در پاریس و فرج سرکوهی و مسعود بهنود اینجا در استودیو. سپاسگزارم از هر چهار مهمان برنامه.